بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران و خواهران مسلمان امروز کی بیماری وبا به نام کرونا ویروس در دنیا با سرعت گسترش یافته ایستاده است و بزرگترین و قدرتمندترین کشورهای جهان در مبارزه بر ضد این ویروس عاجز آمده اند و مردمان زیاده در تشویش و تهلکه افتاده اند من می خواهم این موضوع را از نظر اسلام برای شما عزیزان بیان نمایم البته هر چیز عبارت از دو بعد است بعد مادی و بعد معنوی وجود خود ما انسان ها از همین عبارت است یعنی جسم ما بعد مادی ما هست و روح ما بعد معنوی ما خب این بیماری ها هم چنین هستند هم بعد مادی دارند هم بعد معنوی بعد مادیشان همین ویروس است همین ویروسی که کشفش کردند خب و تبابت مادیش همین دارو و درمان و همین مثلا پیشگیری و پاکیزگی و کارانتین و این چیزهایی که امروز پزشکان و طبیبان توصیه میکنند این بعد مادی علاج این بیماری هست و اسلام با این هیچ مخالفت ندارد بلکه تعلیمات دین اسلام سراپا همین پاکیزگی هست و رعایه بهداشت و خواب حلالی و پاکی و طهارت و خواب از نظر خوردنی ها و طعام ها هم خب انسان ها را قرآن کریم همیشه به حلال خوردن خب توصیه می دهد و از حرام ها باز می دارد چنانه که می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث پاکیزه ها را برای آنها حلال می گرداند و ناپاکی ها و پلیدی ها را بر آنها حرام می گرداند یعنی هر چیزی که پاک است و فایده آور حلال است و هر چیزی که پلید است و ضرر آور حرام است پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث فرموده اند در هر سرزمین وبا آمد به آن سرزمین سفر نکنید و اگر در آنجا قرار داشته باشید از آن سرزمین بیرون نروید خب این همون قرنطینه هست که امروز جاری هست و این حدیث را پیامبر صلی الله علیه و سلم 14 عصر پیش گفته بودن که در اون عصر این همه آزمایشگاه ها و این همه دستگاه های پیشرفته ای که امروز میکروب ها و ویروس ها را کشف میکنند وجود نداشتند و این خود یک معجزه رسول الله صلی الله علیه و سلم است اما بعد معنوی الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه روم می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقهم بعد الذی عملوا لعلهم یرجعون فساد و تباهی در خشکی و در بحر به خاطر کارهایی که مردمان انجام داده اند پدیدار گشت بدین وسیله خداوند سزای برخی از کارهایی را که انسانها انجام می دهند به ایشان می چشاند تا اینکه آنها برگردند این آیه کریمه اشاره به آن دارد که پدید آمدن هر بلا و آفت و هر بیماری و ویروس و
هر مصیبتی که هست این همه نتیجه گناه و معصیتی هست که انسان ها به آن دست می زنند و خداوند متعال به وسیله این بیماری ها و ویروس ها و بلاها و آفت ها انسان ها را برای برخی از گناه هاشون عذاب می چشاند و هدفش این که بیدار شوند و برگردند، یعنی از گناه و معصیت، از حرام کرده های پروردگار جل و علا شأنه برگردند. در حدیث شریف آمده است که اگر در میان هر قوم زینا و بی‌حیایی آشکار گردد، الله متعال برای اون قوم بیماری های را می فرستد که گذشتگان آنها چنین بیماری را ندیده اند. امروز صدق این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم آشکارا به مشاهده می رسد. با پدید آمدن این همه ویروس های نو به نو که نتیجه همان بی‌حیایی و فحشایی هست که جامعه ها را فرا گرفته است، پس علاج معنوی این بیماری ها بازگشتن به سوی الله متعال است. یعنی انسان های به ایمان باید از کفر و شرک توبه کنند و به الله متعال ایمان بیارند و مسلمان ها باید از گناه و معصیت دست بردارند، از نافرمانی خدا، از حرام های خدا دست بردار شوند و توبه و استغفار کنند و تضرع و زاری نمایند تا اینکه خداوند متعال این همه بلاها و وباهای هلاک کننده را دور بگرداند. خطاب من برای همه برادران و خواهران مسلمان این است: به سوی پروردگارتان بازگردید، یعنی امرهای او را بیشتر اطاعت کنید و از منهیات و گناه ها پرهیز کنید، دوری بجوید و توبه و استغفار را بیشتر کنید و در عبادت و بندگی او کوتاهی نورزید و خیر و احسان و صدقه را زیاد کنید، به حال فقیران و بیچارگان و بینوایان رسیدگی کنید و اون همه ذکرها و دعاهای زیبایی که از تعلیمات سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند هر صبح و شام وظیفه خیش قرار بدهید و بیشتر به این دعا متوسل گردید: اللهم اینی اعوذ بک من البرس والجنون والجذام و من سیء الاسقام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.